مافیان هستین، هیچ ده فرهنگ دخالت ندارین، هیچ ده اجتماع دخالت ندارین، مثل یک سگ رانده شده، مثل یک سگ دیدو می جفین، می افین و هیچ کار هم از دستان نمیه. آنقدر بی عزت شدین، آنقدر بی حرمت شدین، آنقدر ذلیل شدین که حتی دنیا صدا و ناله شما را نمیشنود. حتی یک هتلدار هتل خود بر تو کرایه نمیده تا در بین جلسه برگزار بکنی، آنلاین جلسه تا میگیری. کلخرهای همچو دوستم، کلخرهای همچو عطا محمد نور، کلخرهای همچو اسماعیل خان و کلخرهای جنرالای گزبوی و چارتکنم بر بدل پدر لعنت اختطافچی مثل امان الله گذر و جرت و گند و گو و مرداری و جاهد و بسم الله محمدی و اینی کسلا ساله لوده و اینی مردمایتان، حتی روی خود به مردم نشان داده نمیتانین. لعنت خدا بسرتان از خود کرده را، نه درد است نه درمان. ای بلایی که بالایتان آمده، ای بلا را خودتان بالایتان آوردین. قوم پشتون برای تو چی کرد؟ قوم پشتون خر تو را مارشال ساخت، قوم پشتون خر شما را جنرال ساخت، قوم پشتون سگا و بیسوادای شما را وزیر ساخت، قوم پشتون شما را موینا ساخت، قوم پشتون شما را معاونین رئیس جمهور ساخت، قوم پشتون شما را سفیر ساخت، شما را دیپلمات ساخت، شما را والی ساخت، قوم پشتون شما را از خاک بلند کرد، براتان ارزش بخشید. این از بزرگی قوم پشتون است، این از بزرگی قوم پشتون است. سگها و بیسوادها و کلخرهایی که مارشال شدن، آیا کدام روز دیده ای که قوم پشتون مظاهره کرده باشه که چرا؟ بیسوادا و لواطتکارا و مافیای مواد مخدر و قاچاق برا و اختطافچی ها که جنرال شدن بالاتر از هزار نفر، آیا ما گفتیم که چرا اینا جنرال شدن؟ بیسوادا و کلخرهای وطن فروشا که والی شدن، آیا ما گفتیم که چرا والی شدن؟ بیناموسای بیسوادای مادرزناهایی که سفیر شدن، دیپلمات شدن، وزیر شدن، ولسوال شدن، آیا ما گفتیم که چرا؟ چون دل ما بزرگ است، دامن ما بزرگ است و حالا هم اگر فرزند صدیق باشی جایگاه داری، ولی اگر چونین مادر زنا و مادر خطا باش که دو ماه قبل از سقوط محقق لعنتی یونس قانونی، خلیلی، احمد ضیا مسعود، بالاخره بچه برهان الدین ربانی و اینمی سگ و سگر و عطا و گو و چتا، کلشان پیش رئیس آیسای و پیش وزیر خارجه نرفتن، پیش وزیر خارجه پاکستان نرفتن. آیا شما آرشیو بی بی سی را ندیدین که دو ماه قبل از سقوط به خاطر چی اونجا رفته بودن؟ به خاطر ازی رفته بودن که بسم الله محمدی پشقل فروش وزیر بسازن، بالاخره به نوبت ولایات سر سقوط بسازن و رئیس جمهور به دار بیاویزانن. گناه رئیس جمهور چی بود؟ گناه رئیس جمهوری بود که آب را بالای ایران و پاکستان قطع کنه و شما پول خورای ایران و پاکستان بالایش میخواستین بغاوت و توطیه بکنین. گناه رئیس جمهور چی بود؟ گناه رئیس جمهوری بود که مردم افغانستان هوشیار، دانا، توانا و باسواد بسازه، که شما مثل ابی بالای کلکانی باز هم سرش توطیه کردین و کوشش کردین که او را به دار بیاویزانین. گناه رئیس جمهور چی بود؟ که مردم با سعادت زندگی بکنه، ولی شما مثل دهه 70 کوشش کردین که مردم افغانستان سلاخی و بالاخره تباه، برباد و ذلیل بسازین. گناه رئیس جمهور همی بود که بند برق میسوخت، گناه رئیس جمهور همی بود که زیربناها را تقویت میکرد، گناه رئیس جمهور همی بود که آینده افغانستان بسازه و بالاخره تهداب گذاری بکنه. با وجود از این که همتان سر وظیفه بودین، با وجود از این که همتان آمری نوزه بودین، مدیرای جنایی بودین، ولسوال ها بودین، قماندان های امنیه ولسوالی بودین، قماندان های امنیه ولایات بودین، رئیس بودین، وزیر بودین، موین بودین، بالاخره معاون های رئیس جمهور بودین، سفارتخانه های بیرونی کار میکردین، تنها 7 دانه سفارت کشورهای خارجی صرف از خانواده این قانونی بی‌ناموس بود.
چرا؟ چرا شما استفاده نکردین؟ آل دیگه داد نزنین، آل فراد فریاد نکنین، آل ناله نکنین، چون خودتان بالای خودتان آوردین. اگر تو چی آدم می بودی در او دوره شگوفا گاه می خوردی که بالا یک سر رئیس جمهور فایر می کردی، گاه می خوردی که پلیس ترافیک زیر تایر موتر می ساختی، گاه می خوردی که زن پیچه سفید با بانوی اشت سنبوله با شلیک مرمی می کشتی. چرا؟ خب شما انسان ها هرزش پیشرفت و ترقی ندارین، شما لیاقت پیشرفت ندارین، شما باید همون تو دربدر و زلیل و پسمانده و آواره و بدبخت باشین. هر زمانی که شما در یک جایگاه رسیدین، رای خود گم کردین، ورخطا شدین و بالاخره گوی خود خودتون خوردین. هر باری که چانس ریاست جمهوری براتون رسیده چی کردین شما؟ بگوین دستاوردتان چی کردین؟ از دم و بالا با وجود از اینکه افغانستان کنترل کرده نتونستین، بلکه افغانستان به خاک و خون کشاندین. لعنت خدا به سرتان و لعنت خدا هم به سرتان شده. بله بله جوان بدبخت منافق رذیل بی شرف بی حیثیت، بله بله جوان بی منطق و بله جوان که فریب خورده ای در راه اشتباه روانستی، بدبختت ساختن بزرگایتان. یک قدر غیرت هم ندارین، همت هم ندارین، از بس که تعصب وجودتان زهراگین ساخته، اونمو رهبره که شما را در بدر ساخته بالای از او رهبر انتقاد کده نمیتونی، چون میشرمی تو متعصب لعنتی میشرمی. اما قدر غیرت که مثل قوم پشتون نداری که اگر یک رهبر خائن شوه دم کونش چوبه میزنیم ما، ولی شما خوی کار را نمیکنید. چقدر که در کونتان چوبه داخل میکنه بمو اندازه شما او را پرستش میکنین. خداوند از این بیشتر شما را ذلیل نمیسازه، خداوند از این بیشتر شما را بی عزت و بی آبرو نمیسازه. من تاجیکم، خب من چی کنم که تو تاجیکی؟ اول انسان شو، اول آدم شو، اول کس شو که مفید واقع شوی، اول کسی شو یک لقمنان به فامیلت، بعدن به قریت، بعدن به ولایتت برسانی، بعد از او باز تاجیک شو. من پشتونم. پشتون چیست برادر؟ نیمی مردمت گرسنه است، اول به یک جایگاه خدا برسان، ثابت بساز که تو پشتون هستی. من هزار هستم، افتخار دارم، میایم به دین مردم توهین میکنم، میایم دو میزنم. قبل از آزار شدن، قبل از تاجک بودن، قبل از پشتون بودن، انسانیت بودن لازم است. من ازبک هستم، دشت لیلی را دوباره تکرار میکنم. وای به حال تو جوان بدبخت بیعقل بی منطق، جوان بیعقلی که از یک اسیرکش، از یک انسانی که اسیرای بیچاره مردم موچی و کسبکار و دکاندار را جمع کرد، دستایش بسته کرد و بالاخره در دشت لیلی قتل عام کرد، یک دانه سلاح یکش نداشتن. چطور میتونی که یک آدم بی سلاح و بی چاقو را بکشید؟ چرا؟ چرا یک آدم بیچاره را که دستایش بستکدگی شما از بین ببرین؟ آیا تو بی ناموز دوست داری که نمی اردو پلیس امنیت که همونجا باقی ماندن طالب همیشه بکشن؟ عین شکل در دور اولم طالب که سقوط کرد زنگ برشان زدن، گفت برای مثل که زنگ به جمهوریت زده شد. اونا که برآمدن این دوستم کل پشتونا رو جمع کرد، کلش هلاک ساخت بدون سلا. باز تو میگی که من ازبک هستم افتخار میکنم؟ تو ازبک نیستی، تو به خاک ازبک هم رسیدنم، تو یک سگی برادر، سگی تو. تو فریب خورده ای، نام ازبک بد نکن، نام تاجک بد نکن، نام ازاره رو بد نکن. اول انسان شو، بعد از او باز پشت قومیتت بگرد. اسلامت خو بید از او شرماندین، اسلامت بی از شما شرماندین، آبروی عزت خودم بردین، آبروی عزت فامیلتان هم بردین، آبروی عزت وطنتان هم بردین، آبروی عزت ولایتتان هم بردین. بی ناموس مردم، تو توصیف خود نکو، بگذار ما توصیف شما را کنیم، بگذار که دیگه مردم توصیف تو را بکنه. ولی ما تاجک هستم، فلان هستم، بستان هستم، خواهر مادر تایی تو کنم. چرا؟ چرا؟ چرا دو میزنی؟ تو هرچی که هستی به خود هستی برادرم. به ما نگو، میگه آت روان است که خود بوید نه اتار گوید، تو به ما چرا میگی؟ بر تقدیر دوستان عزیز، این مردم که است
اصاب مرا میخواین خراب بکنن. ما دو کلیپ برای شما نشان میتونم. دو کلیپ که یکیش پنچیری است و از این دو کلیپ شما درس بگیرین و یکیش پشتون است. ببینین که امی خود انگیزه افراد دینی را میگم، ای که در وجود هر کس تزریق شوه، در وجود هر انسان که تزریق شوه او وحشی میشه. اول وحشی پنچیری را بشنوین. خب ای چی میگه؟ خب قواره از این را ببینین، از انسانیت کاملا گشتگی است، یک حیوان تمام عیار. ببین چی میگه. چرا صدای از این سک نمو برایه تو باش؟ او صدای از این سک نمو برایه ولی بگی دیگه تو باش که صدای از این نمو برایه. خیر، صدایش نمو برایه. ببینین دوستان عزیز، با ما مردم توهین نکنین. با ما، شما خو نه آبرو دارین، نه عزت دارین، نه حیثیت دارین، نه برادر عزیز هویت دارین، نه برادر عزیز کدام سیاست مدار و سیاست دارین، نه کدام اقتصاد و اقتصاددان دارین، نه کدام لایق و با منطق دارین، نه کدام آدم دارین که شما را تربیه بکنه، برای شما زنگ بزنه. حداقل ما قدر نمیکنین که در کشورهای خارجی که هستین، همی پدرهای بی‌ناموستان، همی بزرگای پدرلعنتان یک کمیته براتون بسازه، برای شما نصیحت بکنه، شما را آگاه بسازه، شما را بگوین که او چوچای سگ برای مردم دو نزنین، مثل سگ وار مادرهایتان شما را زاییده، دمی سرک ایلایتان کده، دیگه دمی پشت هیچ چیز نمیگردین. با خدا از ما پشتنا همیل کمیته هاست، یک جوان پشتون بیرایی بکنه، پدرش در کمیته میخواین، دندانایش مشکل آنن. او برادر یک کمیته بسازین، کمیته تانه بسازین، مردا و کلانای تانه جمع بکنین، بالاخره یک اجتماعی تانه برابر بسازین. این رقم خانه میشه که از اون محبل مادرت بفتی و بیادر بیایی دو زده بودی. او برادر نکوی رقم. یک کمیته را تاجکا بسازن، یک کمیته را زارا بسازن، یک کمیته را ازبکا بسازن، مقبول، پاک، صفا، ستره. ما یک بار یا دو ماه بعد یک بار جلسه بگیریم، از کل خانواده ها گزارش بگیریم، بچه چند ساله است، در کجا درس میخونه، در کجا مکتب میخونه، چی کار میکنه، کلش برسونین، کدامتاش که بیکار است برشان کار پیدا بکنین. اینی سوشل میدیا به خاطر از این نیست که شما توهین بکنین، این سوشل میدیا به خاطر از این نیست که شما تحقیر بکنین. چرا ما مردم احساساتی میسازین؟ چرا ما مردم اذیت میکنی؟ اگر تو واقعا زور داری، به زبان نگو که من افغانستان تجزیه میکنم، خراسان جور میکنم. برو اونجا عملی کو. به ما چرا حرف میزنی؟ به ما نگو. نگو که خراسان میخوایم بساز. نگو که افغانستان تجزیه میکنم، بکو. چیزی که دلت میخواه انجام بده. به زبان نگو بر ما، حرف نزن بر ما. به ما نگو بیادر. باز دو خواهی چه حق نداری او برادر ما؟ دو حق نداری؟ چرا بیادر یک جوان احساساتی میسازی که استخوانهای بزرگایتان سر شاشه کنه؟ نکنین، دو نزنین. هر گویی که میخوری خودت بخور، به ما نگو. بیاین دوستا کی میه؟ چوچای بیقل. سلام براسا. جور استی بچه همو بخیر استی؟ کجا استی و قرآن گم گم استی؟ درک نداری ولی هیچ خبرهای دونی هستیم ولی این مردم به خدا دیشب ویدو ماندیم که استقلال مبارک، کل بچه همو که برای ما دو زده. منی دو ما بسیار بد میبرم، خب؟ بسیار زیاد ما از بچه های دو نیستم. از امو خاطر بالا آوردم ات مشناسم اتم. کدام استقلال؟ استقلال 1928 اجازه بده باشه تو پایین برو که من گپ بزنم. میگه کدام استقلال؟ سعی کن منطقه زیاره. استقلال واقعی که در سال 1919 در 28 اسد از برطانیا یا از انگلیس گرفته شد،
و جغرافیای ما شما در دنیا به رسمیت شناخته شد، قانون ما مستقل شد و بالاخره هویت ما به نام افغان مستقل شد و رئیس جمهور زمان یا پادشاه زمان به نام امان الله خان با تمام ریاست جمهوری دنیا نشست کرد از آدرس یک کشور مستقل به نام افغانستان. حالی که یک تعداد میگن که گویا استقلال از بین رفته، ولی برادر استقلال از بین نرفته، بانی استقلال و بالاخره آفتاب آسمان استقلال امان الله خان غازی است. این آفتاب که است بعضی اوقات ابر میپوشانش، ابر سیاه وحشتناک میپوشانش، ولی این ابرها از بین رفته نیست. ما اگر از استقلال تجلیل میکنیم، با استقلال صرف یک لغت نیست، یک واژه نیست. استقلال یعنی روحیه ملی. ما وقتی که تدریم میکنیم اولاد ما، جوان ما یک روحیه میگیره به نام استقلال، یک چیز مشناسه و میفهمه که ما یک زمان یک رئیس جمهور یک پادشاه داشتیم، قهرمانی کرد، استقلال برای ما آورد، مکتب برای ما آورد، علم دانش برای ما آورد، قانون برای ما ساخت، در تمام دنیا سفارتخانه ها ساختن، به نام کشور مستقل شناخته شدیم. این جوان چی میکنه؟ احساس میکنه، میره مطالعه میکنه. برادر عزیز، ابر سیاه سر آفتاب استقلال آمد، بالاخره آفتاب است، ابر رفتنی است، ولی آفتاب ماندگی است. برادر عزیز، ما بر جوانای خود روحیه میتیم و انگیزه در مغزش میتیم که امی استقلال در وجودش نهفته باشه، موجود باشه، فراموششان نشه و استقلال ما از بین نرفته. برادر عزیزم، فعلا جغرافی ما است، قانون ما است، مردم ما است، حکومت داری دیگه داری. برادر عزیز، یک دونه راکت بیادر ایران سرت فایر کرده بود، دکونش چوب داخل شد. بس از دیگه کدام خارجی در کشورت نیست دیگه، چی استقلال چی میخوایی؟ یا بریم باز در بن امضا کنیم، باز بیاین شما بیادر برچه و چاقی و بکس پنجه و بیادر بگیرین و اختطاف بکنین و چور بکنین، چپاول بکنین و نفر بکشین و تجاوز بکنین و رقص بکنین و بچه بازی بکنین و 20 رقم مرداری بکنین، نور استقلال میگی؟ درست است که اینا ملاستن، افراطیستن، از علم و از تمدن و از روشنگری آشنایی ندارن، ولی بیاین که ما شما برادر عزیز اونا را بفهمانیم، اونا را تفهیم بایی بکنیم که ما به این در ضرورت داریم. زنان باید درس بخونن، انسان باید آزاد زیست بکنه. شما خواهم و ازادی را دمو گویتان زدیم. بیادر استقلال مانایشی نیست، خب؟ استقلال مانایشی نیست، بفهم مانایشه. هیچ گاه نگو که استقلال چی، هیچ گاه نگو. انشالله فامانده تانست باشم تا بچی همو بچی خوب استی، ولی گپای ناق نزن، خب؟ هیچ گپ، هیچ وقت گپ استقلال بمی مجرده که دینه روز که فامیل آمده بود با اطفال خود، از پدر خود پرسان میکد پدرم استقلال چیست؟ این پدرش میگفت اینتو یک روحیه میگرفت. بمی روحیه اگه او کلان شود صبح هیچ کسه نمیمانده او وطن خود. این رقم خو نمیشه که برادر عزیز امی اندک فشار سرت بیایه ما میگه که رئیس جمهور ما ایران است، هم زبان هستیم، زنده باد ایران، یا اندک فشار سرت بیایه زنده باد تاجکستان. نه بیادن سر ما که هر قدر فشار بیایه سر مردم افغانستان در مجموع، هر قدر فشار بیایه باز ما وطن خود مشناسیم و مربوط دیگه کشور خود نمیدانیم. تکه تکه شویم، قیمه قیمه شویم، پیس پیس شویم، ما وطن خود دوست داریم. مثل شما نیستیم که مرا آنجا آشنات منم، من از دورتری نقطه ایران از پنجشیر آمدم. ما این کارا رو نمیکنیم. ما که بیقی همی وطن ما که یک نفرم نباشه، بازم میگه ما از افغانستان هستیم. اگر افغانستان در آتشم باشه از افغانستان هستیم، اگر افغانستان بهشتم باشه ما افغانستان هستیم، اگر افغانستان دوزخم باشه ما افغانستان هستیم. مثل شما و بزرگای شما نیستیم. وزارت داشتم افغان هستم، معینیت داشتم افغان هستم، رئیس بودم افغان هستم، لپ و جپ و دزدیم برابر بود افغان هستم. وقتی که بیرون آمدم مرا که کشیدن باز میگم افغان نیستم، مرا که طالب کت سوتت تکت کام کنم میگم ما افغان هستم. بیخی که سر من اینجا از اینجا ببره میگم ما افغان هستم، اینمی وطنم از بیادر. ولی شما اینطور نیستین، شما میگین ما ایرانیستیم، عکس رئیس جمهور تاجکستان بالا میکنن، رهبر تاجکای تمام جهان. نو برادر، نو 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 نو، ما و تو فرق داریم، فکر ما و تو فرق داره، فکر ما و تو فرق داره. بعد از ولادت ناف ما که بریده میشه، قبل از اینکه برای ما آزان بده، برای ما گفته میشه
نمیگه الله اکبر، برش میگه میگه افغان هستی و تو باید به خاطر از این کشور جانت بدی. بعد از اون میگه میگه الله اکبر الله اکبر. فهمیدی؟ ما این رقم هستیم، ما این رقم سستنسر و زبون و خودفروخته و بیزت نیستیم که فشار سر ما بیایه بگویم که ما ایرانیستم، بگویم که ما از ایران شهر هستیم، بگویم که ما از تاجکستان هستیم. نه بیادر، ما نه از تاجکستان هستیم، نه بیادر از ایران هستیم، نه از اروپا هستیم. با خدا قسم است، من همین دیشب نفر را دیدم 35 سال در امریکا تجارت کرده، اولاد و کواسه و نواسش پاسپورت امریکایی داره. به ناموس قسم است همین پاسپورت خود کشید، گفت بلا اله الا الله محمد رسول الله قسم که یک دانه برگ افغانستان به دنیا نمیدم و یک رقم کمکم با افغانا میکنه. این همی لحظه دمی چند سال کمک میکرد، دست کل اگر میگره. اینی را میگن افغان، این را میگن انسان. ما او کشور مادر خود میدانیم، ناموس خود میدانیم و این رقم نمیشه که او مادر ما کدام روز ما را چپات بزنه باز ما بگیم برو تو مادر ما نیستی. نه، مادر ما که ما را تکه تکه کنه، کت پشت جارو، کت دسته جارو دم فر فرق ما بزنه، باز هم در پایش میفتم میگم مادر جان تو واره نیستم که من مادر خود باز تبدیل بکنم بگویم که ایران است وطن ما. نه بچه، نه بچه، فکر طبیعی. همیشه افغان هستیم، افغان میمانیم و کسی که افغان نیست بینی عزیزی کوچک کده نباش. مرغ کم گوش کم، تصویرهایتان ثبت شده، ویدیوهایتان ثبت شده، هر کاری خری که میگه افغان نیستیم، این کشور آینده داره. نواسه و بچه تون ولگه تذکیره بگیره پشت ولگه می پاسپورت تمدید کنی بی ناموز. فهمیدی؟ آلا خو بیرایی کردی پاسپورت گرفتی، ما یک بد کردیم. خدا لعنت کنم بزرگای ما را که شما را تذکیره دادن. کل تانه نمیگم، تاجکای با عزت و با شرفی که تعهد به وطن خود داره، او برادر ماست و حق مساوی با ما داره. هزاره که تعهد به وطن خود داره، مادر میدانه وطن خود، دوست داره وطن خود افغانستانه، او برادر ماست. امیر قموزبک ولی چهار تا جوگی زاده و اون چوری فروشی ها رو دیده بودین در این پارکا که میشستیم مینشستیم از امی تاجکستان که میامدن سه چهار تا اولادای چرک چرک در بغلشان فال میبینیم فال، باز این فالک خود میدید، فالک تا میدید بدروخ امی تاجکی ها. باز که میگفتی خاله اینی ای اولادا پدر ازی کجاست، پدر از یا نیستن، پدر از یا نیستن، باز میرفتن. باز یا چی میکردن، باز دخترای جوانشان، آدم جوان نه که پولدار میدید، باز دو 300 افغانی میگرفت و بیخ درخت لنگه بالا میکرد، دست 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 میداد. باز این همی رقم اولاد ازش میامد که از نام تاجک استفاده کو، از نام دیگه استفاده کو. برادر عزیز دو میزنین بی عزت مردم، بی شرف مردم. تاجکای اصلی را برین، فرهنگ تاجکستانی را، تاجکای اصلی را برین از بدخشان یاد بگیرین، از هرات یاد بگیرین، از ولایات یاد بگیرین که مزار شریف میمان نوازی و عزت تاجک یاد بگیرین. گوزوک مردم، لوده مردم، چلوها، بیقلا، اندک فشار سرتان بیای خوارا یکی دیگر را باد باد میکنین در سوشل میدیا. خب ما میبینیم عکسای مادرها یکی دیگه تان بالا میکنین، لوده مردم، بیقلا، خبیسا. کاش که شما هیچ انسان خلق نمیشدین، گو خلق میشدین شما، خوب بود گوهای خوکا. گناه تان نیست، رهبرایتان شما را بیادر براتان پنتون جور نکرد، مکتب جور نکرد، خر واره برچر در بغلتان داد برین فلانی را تجلیل کنین. لوده مردم، نام پنچیر شما بد کردین، نام تاجک شما بد کردین. می شرمم که نام افغانستان سر شماست. به قرآن صلاحیت داشته باشم در کونت چوبه می زنم که نام افغانستان بگیری. پیش ایرانی میری غیبت مردم تا می کنی بی ناموز، پیش پاکستانی میری بیرق پاکستان بالا میکنی غیبت مردم تا میکنی زنت اگایم. تو نمی شرمی دمیلای فروتن و شیوا می گند و دیر پاکستانی را آورده بودن، از هموطنان خود غیبتش میکردن. تو بیا امتیانی، تو بیا امتیانی یک اکانت پاکستانی جور کو، تو بیا غیبت یک پنشیری را کو، غیبت یک ازاره را کو، غیبت یک ازبک را کو که ما زنت میگایم یا نه. سگ شما را ولی اگه ما با بیگانه بتم
همه هیچ پستون سگای شما رو به بیگانه نمیده، ولی شما بیناموسا در لایفایشان میرین و اونا رو در لایفایتان میرین، برای برادرای پشتونتان دو میزنه که اصل نصبتان چوچای سگ. غیر از امی واشل هستین، واشل مادرایتان الویس، پدرایتان الویس که شما رو تربیه نکده، پدرای کلتان در دوزخ میره و لوده مردم. شما یکقدر دو به پدرایتان میخرین، به مادرایتان یکقدر دو میخرین که وارد در دوزخ روان کردین. وارد تربیه گناهشان هم است، خوب است که دو میخرن، چون پدرت اگر انسان می بود، مادرت اگر انسان می بود، تو را باید درست تربیه میکرد، تو را باید میگفت که خواهر از اونو برادرت خواهر توست، تو دو نزن بر از او، خود تو که خواهرت هم شناسی. همه علی قضیه را بر دینم اینجا بکشم از اینم این موبایل که پدر 10 سال سر دختر خود تجاوز کرده، بالاتر 30-40 قضیه دارم من. سر بیادر خوار خود سرش تجاوز کرده. خب شما این انتون مخلوق هستین دیگه، پس از نام تاجک نیاین دیگه رفیق، تاجک ها خیلی رقم نیستن. غیرت که بدخشی داره در بسته دنیایت نیست، ولی شما خوب نام دیگه تاجک ها را بد نکنه. مهمان نوازی که مزاری داره، ولی اگر در دنیا کس داشته باشه، در میله گل سرخ 33 ولایت مهمان نوازی میکنه. ایراتی ها را ببینین چی یک مردم با عزت و سنگین. برین طرف های بادغیس و امثال هم برین بدرینی، ولایت های پروان و کاپیسا و پنشیر اینا را برین چی یک مردم وای. ولی شما یک کتله رومی و رامزاده از نام تاجک نبین دیگه نه؟ برین دیگه در جگرهای تانجانم مغز مره نخورین. دوزی میکنه فرار میکنه، خب ما مجبور هستم به یک سار طرف بخواییم به کونه چوبه بزنم دیگه. حال تو خونه میایی دیگه، تو را از کوچه قسم پایان کنم، مجبور یک کار دقت کنم. تو بخلی. و علیکم سلام ملگرو، بخیر رقلی، سلام ده، صحت مخده، جوڑه است انشالله. سغوری دی لگ زرمه داخل کو تا نصیحت تو که دین نسه میگی کنه.